میشه که بعد شما اضافه بکنید به دانش قبلیتون و به نوعی هم آماده میشید برای امتحان پایان دوره. یعنی ما بعد کلاس عاشورا امتحانات رو برای شما برنامه‌اش اعلام میکنم، اونجا بر امتحان داریم. ما سه تا نمره نهایتاً تولید میکنیم در این برنامه تابستونی. یکی برنامه نمره تکلیفتونه که زحمت کشید تا الان فرستادید و تکلیف دیگری هم ما به اون معنا نداریم، پس نمره تکلیفتون یه نمره است. یه نمره فعالیت کلاسیه که ما بر اساس این اسامی که میبینیم فعالن دارن کار میکنن دیگه رفتی به تکلیف نداره، رفتی به قوی و ضعیف بودن نداره. دانش آموز که سر کلاس فعاله، حتی سوالی میپرسه که ممکن از نگاه یه نفری سوال یا مثلا سوال خیلی عجیبی نباشه، از نگاه من معلم این فعالیت کلاسی حساب میشه. کسی که داوطلب حل میشه، کسی که میکروفونش روشن میکنه صحبت میکنه، احساس میکنه به هر حال مشارکت داره و درگیر میشه با حل مسائل، اینو میشه نمره فعالیت کلاسی. ما نمره فعالیت کلاسی رو تا یک شنبه بعد از اتمام کلاس روز یک شنبه هفته آینده اعلام میکنیم از 20. ما دانش آموز داریم که نمرش 5 هفته یا بعد دانش آموز داریم که نمرشون 20. خب وقتی که این فقط به فعالیت کلاسی وابسته بچه‌ها، یعنی من در کلاس ببینم شما فعالید، همین با آقای نعیمی ما این رو وقت میگذاریم، نمرش رو انشالله یک شنبه بعد از اتمام کلاس اعلام میکنیم. این گله گذاری که آقا نمره من چرا شد 5 و 7 و اینها، دقیقا جوابش اینه که خب ما ندیدیم شما فعال بشی سر کلاس، یا میزان فعالیتت کافی نبوده، پس باعث ناراحتی نباشه. در واقع نام اعمال شماست دیگه، تکالیفتونه، بعد فعالیت کلاسیتونه، بعد آزمون پایانیه که این رو بعد از تعطیلات اطلاع رسانه میشه که آزمون به چه صورت گرفته میشه. ما الان داریم تمرین حل میکنیم، تمارین رو حل میکنیم که بیشتر اشکال هست و هدف اون اینه که شما برای امتحانات آماده شید. هدف اون اینه که در گذشته خودمون چیز خرابی باقی نگذاریم. شما در هر دوره زمانی کاریتون بعد یه بازگشت به گذشته داشته باشید، ماله رو بردارید، مرتب کنید، صاف کنید، لکه‌گیری کنید که چیزی در خراب در گذشته‌تون نباشه. این فرصتی که الان پیش اومده برای وقت تلف کردن نیست. خلاصه سر کلاس ما داریم تمرین حل می‌کنیم. میریم سراغ ادامه سوالاتی که جلسه قبل تو سوال فکر کنم آخرین سوالی که حل شد سوال 13 بود، کلاس شما هم 13 حل شد. بریم سوال 15، درسته؟ سوال 15 رو وقت بذاریم برای حلش. منتها من قبل از سوال 15 سوال 20 رو، چون میخوام یه نکته در مورد مساحت انواع اقسام چنزلی ها بگیم، سوال 20 رو یه مرور میکنم. شما مساحت ها رو در مثلثات فهمیدید که بریم تو صفحه کناری آقای نعیمی از مثلث یه مادر یادآوری کنیم که در مثلث ما وقتی میخواستیم مساحت تعیین بکنیم از روش مثلثاتی استفاده کردیم و عرض به خدمت شما که با داشتن دو ضلع و زاویه بینشون مساحت مثلث رو مینوشتیم اس برابر است با 1/2 آب در سینوس آلفا. برای هر مثلثی با داشتن دو ضلع و زاویه بینش میتونیم این رو بنویسیم. این از این. اما وقتی که بریم سراغ یک چهار ضلعی به نام متوازی الاضلاع، در متوازی الاضلاع به عنوان یک چهار ضلعی اگر ما اضلاع رو داشته باشیم آ و ب و زاویه بینشون هم به عنوان زاویه تتا که شما میدونید این زاویه تتا زاویه مجاورش هم 180 منهای تتا سینوسش فرقی نمی کنه، مساحت این متوازی الاضلاع دیگه 1/2 نداره، میشه آ ب در سینوس تتا. علتش رو اگه بخوایم بگیم کسی میتونه بگه چرا؟ خیلی ساده از علتش، ولی همین که یه لحظه فکر بکنید و بگید چراش ارزش بله تایپ کنید اگه ممکنه آقای پریشان. بله دقیقا دو تا مثلث اینجا داریم، یعنی اگه یه خطی وسط یکی از قطرا رو رسم کنیم مساحت مثلث بالاییه میشه 1/2 آب در سینوس تتا، مثلث پایینی هم مساحتش با این برابره چون همون آب و تتا در همون هم هستن،
پس دیگه یک دومه از بین میره. پس تا الان دو تا رابطه محاسب مساحت شما یاد گرفتید، یکی برای مثلث، یکی برای متوازن اضلاع. تا اینجا پس بحثی نیست. اما یک چیز جدیدی که الان میخوایم بگیم در مورد چهارضلعی که محدب هستن. چهارضلعی محدب یعنی چهارضلعی که زاویه بزرگتر از 180 نداره. یه چهارضلعی دلخواه بزرگ رسم کنید. این چهارضلعی هیچ رابطه خاصی بین اضلاع و زوایاش نیست. ما اگر در چهارضلعی قطرها رو داشته باشیم، اگه قطرها رو داشته باشیم و قطرها رو هم با همون آبه نشون بدیم، زاویه بینشون، زاویه بین دو قطر رو با تتا نمایش بدیم، مساحت چهارضلعی محدب قابل اثباته که برابر است با یک دومه آ در ب در سینوس تتا. این زاویه بینشون بچه حاده یا منفرجش مهم نیست، چون شما میدونید زاویه دومی که الان بین این دو قطره میشه 180 منهای تتا، و زاویه تتا و 180 منهای تتا چون مکمل هم هستن سینوسشون فرقی نمی کنه. سینوس دو زاویه که مکملن یعنی مجموعشون 180 با هم سینوسشون برابره. برابر این مسئله جدید ممکنه در واقع این رابطه به کمک قطرهای چهارضلعی محدب به ما امکان محاسبه مساحت رو میده. یه رابطه متفاوت از قبلی است. قبلی بر اساس اضلاع بودن، اینا بر اساس اقطاره و یک دوم هم داره. اثباتش هم یه ذره وقت ما رو میگیره، ولی اثباتش هم از همون روش مثلث قائم زاویه سازی هستش و کار مثلا 7 8 دقیقه وقت ما رو میگیره اگه بخوام اثباتش بکنیم. بنابراین این رابطه رو اینجا الان آ و ب قطرها هست. آقای سجزایی، آقای سجزایی من اولین باره میبینم شما ایستی تایپ کردی، خیلی ممنون که رونمایی کردی از خودت، متشکرم. این آ و ب قطرها هستن. قطرها اگر به ما داده شده باشن و زاویه بینشون، ما یه رابطه سریع می‌نویسیم. این رابطه قبلا در کنکور رشته ریاضی در سالیان گذشته 2-3 بار تکرار شده بود. در سالیان قبل ممکنه تو شرط جدیدم لازم باشه بدونید. در تست کلن این رابطه ها رو اگه حفظ بشید خیلی راحت میشه کارتون. میریم سراغ حل این مسئله. مسئله شماره 20. با داشتن این رابطه الان انتظار میشه میره که شما اینو سریع‌تر حل کنید. من در حل‌های شما که می‌دیدم دقیقا هم بود، خیلی از بچه‌هایی که زحمت کشیده بودن این مسئله رو به کمک مثلث سازی حل کرده بودن، ولی الان که این رابطه رو شما یاد گرفتید و میبینید که دو تا قطر رو به شما داده و زاویه بینش هم داده، دیگه میگید این مسئله خیلی راحت تر از اون چیزی که احیانا قبلا با مثلث سازی حل میکردید قابل حله. بعد مراقب باشی یک دوم یادتون نره. چون آقا چرا از این رابطه سازی کنیم؟ چون یک چهارضلعی محدبه. چهارضلعی محدب مساحتش میشه یک دوم حاصل ضرب دو قطر در زاویه بینشون، سینوس زاویه بینشون که زاویه بینشون 60 درجه است. 120 درجه هم مثلا گفته بود سینوسش با 60 درجه تفاوتی نمیکرد. اینم رادیکال 3 دوم و اینم یه بار ساده میکنیم با اون دوه 8 تا 24 تا رادیکال 3 در رادیکال 3 هم که میشه 3، جواب 72. خب این سریع‌تر به جواب میرسه، سریع‌تر به جواب میرسه. آقای ظروف چی نکته میخوای بگی؟ سلام استاد. سلام خسته نباشه استاد. ببخشید یه فرمول دیگه هم هست برای حساب کردن مساحت متوازی الاضلاع، اینکه بعضی وقتا تو بعضی سوالا دو تا قطر رو میدن، حالا الان دو تا قطر رو داده، گفته زاویه 60 درجه، ما میتونیم دو تا قطر رو ضرب در هم کنیم، یعنی دی ضرب در دی پریم ضرب در اون سینوس بین دو قطر، بله، و تقسیم بر دو کنیم. آره دیگه، ببین این چیزی که الان شما گفتی رو 2-3 دقیقه قبل ما به عنوان چهارضلعی محدب
بله شنیدم. رابطه برقراره. متوازی رو از لام یه چهار ضلعی محدبه، بنابراین یک دوم قطر در قطر در سینوس بین، اما رابطه یکی برای چهار ضلعی محدب گفتیم و در متوازی از لام برقراره. پس چیزی که شما گفتید طبق همون نکته بعد درست هستش. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. بریم سراغ سوال بعدی، سوال 15. سوال 15 رو حالا با این اطلاعات که حساباتم داره سریع‌تر انجام میشه. ما در کنار این صفحه الان میایم شش ضلعی منتظم رو یه بار مرور میکنیم که مساحت شش ضلعی منتظم به چه صورت حساب میشد. شش ضلعی منتظم بچه‌ها یه ویژگی داره که تمام خب اضلاعش با هم برابرن و تمام زوایایی هم که الان در شش ضلعی میبینید 120 درجه هستش. اگه یکی از این مثلث‌هایی رو که 6 تا مثلث در داخل چیزی میشه تصور کرد، یکیشو فقط ما کافیه رسم کنیم، همین یکی میتونیم ادعا کنیم که مساحت 6 ضلعی منتظم 6 برابر مساحت این مثلثه. این مثلث متساوی الاضلاع، کیان میگه این متساوی الاضلاع. علت اینکه این متوازی الاضلاع چیه؟ ببخشید متساوی الاضلاع چیه مثلث ها؟ علتش اینه که این زاویه ها نگاه کنید، این زاویه همشون 60 درجه هست. آقا چرا؟ چون از اون زاویه مرکزیش که حساب بکنیم که 180 این وسط و این 180 با 3 تا مثلث جدا میشه، به 3 قسمت تقسیم میشه. اگر بخوایم در دایره‌ای که محیط بر این 6 ضلعی هست تصور بکنیم، 3 تا کمان مساوی هست، 180 درجه به 3 قسمت مساوی تقسیم میشه، اینو میشن 60. حالا اون زوایایی که در دو رأس بالا هستش 120 درجه که اقطار رسم میشن، به خاطر منتظم بودن شکل اینها به دو زاویه مساوی تقسیم میشن، اونا میشن 60. پس ما اگه بخوایم اضلاع مثلث رو نشون بدیم، اضلاع هم آ هستش، یعنی ضلع بالا وقتی آ هست دو ساق هم آ هستش و یک مثلث متساوی الاضلاع. پس اس برابر است با 6 تا مساحت مثلث. اس 6 ضلعی منتظم میشه 6 تا مساحت مثلث. مساحت مثلث هم از رابطه سینوسا میخوایم بنویسیم، میشه 1/2 آ در آ، چون اضلاع آ هستن، در سینوس 60 درجه. بسیار خوب، اینا وقتی ساده میشن سینوس هم رادیکال 3/2 نوشته میشه، میشه 3 رادیکال 3/2 A2. یعنی فرمول رو بچه ها اگه بخواید حفظ بکنید هم ضرری نداره، اگرچه من در ریاضی اعتقاد به حفظ فرمول در این حد ندارم، ولی به خاطر تکرار بعضی از مسائل پیشنهادم اینه که اینا رو حفظ بکنید. حالا روش حفظ کردن فرمول در ریاضی، بعضی‌ها به اشتباه فکر می‌کنن مثل حفظ کردن شعره که باید با تکرار حفظ کنیم. در ریاضی فرمول برای اینکه اثبات بشه و اثباتش واقعی باشه، یعنی فرمول مال شما باشه، شما باید بارها این فرمول‌ها رو اثبات کنید. یک کاغذ بذاری جلوت، شکل شش ضلعی منتظم بکشی، سعی کنی فرمول به دست بیاری. یک بار، دو بار، سه بار وقتی این کار انجام شد، مسیر اثبات فرمول در مغز شما ردش میمونه و شما در لحظاتی که تحت فشارید و دچار تردید میشید که این فرمول سه رادیکال سه دوم بود این چی بود، میتونید با یه بازیابی مسیر حل این رو انجام بدید به فرمول برسید. وگرنه ریسک این که بگیم انشالله این بود انشالله اون بود به جواب نمیرسه. بنابراین در ریاضی روش حفظ کردن فرمول ها یه روش مهم با تو تکرار اثبات اون روی کاغذ هستش. خب میریم حالا سراغ این مسئله. این مسئله گفته که دوتا مساحت متوازی الاضلاع و شش ضلعی منتظم با هم برابرند. این دوتا با هم برابرند. حالا یکی از ضلع‌های متوازی الاضلاع رو به عنوان مجهول از ما خواسته که حساب کنیم. خب اطلاعاتی که داده، ما الان یه مجهولی داریم به نام آ که ضلع متوازی الاضلاع ماست، ولی گفته مساحت این دوتا با هم برابرند. این دوتا رو با هم مساوی قرار. مثلا
کشی زلی متضمه همین الان فهمیدیم میشه سه رادیکال سه دوم زل به توان دو یا 16 در اینجا که سادهش میکنیم میشه 24 رادیکال سه. S2 مساحت متوازن از لایه. خب ما از کدوم رابطه الان بریم بهتره؟ چون دو زل او داده و چند دقیقه فهمیدیم که مساحت متوازن از لا میشه حاصل ضرب از لا در سینوس بینشون، از همین استفاده میکنیم و سینوس زاویه 45 درجه هم که برای ما مشخصه این رو هم ساده میکنیم با هم مساوی قرار میدیم تا بریم به سمت محاسبه مجهول ما. شما که الان نشستید تو خونه، بعضی البته خوابن دراز کشیدن، باید الان چک نویس جلوتون باشه آقایون، چک نویس جلوتون باشه همگام با این حلی که انجام میشه قلمتون مشغول محاسبه باشه، وگرنه کلاس ریاضی کلاس روایت خوانی نیستش که شما نگاه کنید و تایید کنید. خیلی خوبه، شما بعد وقت تمرین اینجا میخواد حل بشه مغزتون درگیر حلش بشه، وگرنه با دیدن یا شنیدن چیزی یاد نمیگیرید. من تقاضام اینه که چک نویساتون رو الان کنار دستتون به کار بگیرید، شروع کنید به محاسبات. حتی اگه محاسبات ما داره خوب پیش میره، شما محاسبات خودتون انجام بدید و بعد تطبیق بدید محاسبات ما با شما یکسان هست یا نه. اینطوری یادگیری اتفاق میفته بچه ها. یعنی وقتی ما داریم حل میکنیم، شما صورت سوال که جلسه قبل گفتم کنارتون باشه، چک نویسم باشه، شروع کنید به حل کردن. این حل کردنه یعنی یادگیری زمینش داره فراهم میشه، وگرنه غیر این باشه به درد نمیخوره. میریم سراغ سال بعد. کسی تو سال 15 نکته ای نداره؟ میریم سراغ سال بعد، سال 23. همه شما الان چک نویستون کنارتونه، شروع کنید سوال 23 رو که صورت سوال رو ما آوردیم رو صفحه، شما هم طبیعتاً داشته باشید کنار خودتون، شروع کنید این سوال رو حل کردن. چه کسانی که قبلا این رو حل کردن، چه کسانی که ناقص و غلط حل کردن، همه الان شروع کنن به حل کردن. حتی آقای مباشری، حتی آقای آری امینی، حتی حضرت امجدی، دوستانی که اسم بردن، امینی، امجدی و مباشری، دوستانم بیان، حتی بعضا حال ندارن سفر رو نگاه کنن، داخل فشار زندگی زیاده، کروناست، صبح زود خسته ایم، ما محرم هیئت بودیم. جانه من آقا بی بگو ببینم چی میخواد. انا دوستان مشغول حلن، مگه حتما هیئت بعد رفت نشست توش؟ فیزیکشه، ممکنه مجازی هیئت بوده باشن. بعضی هیئت هم که فضای بازه، بالاخره آدم میتونه بره بشینه گوشه، ولی خب بله اگه فضا بسته باشه نرید، خطرناکه. شما مسئول تذکرات پروتکلی باشه آقای منابعی. مجازی. عرض به خدمت شما آقای منابعی، چک نویس تو بذار کنار دستت، این صورت سال 23 هم که جلوته، شروع کنید به حل کردن. سوال 23 ما مباشری، ما هم فهمیدیم شما نبودی، برای همین صدات کردیم. خوبه حسین قلی؟ ممنونم. از اطلاعات امروز استفاده کردی امیر حسین؟ یعنی همین چیزی که الان صحبت کردیم استفاده کردی طبیعتا؟ درسته؟ یا حل قبلی خودتو نوشتی احتمالا؟ مرسی. خب کی الان میکروفونش فعال میکنه؟ یک کسی که نتونسته حل کنه این کار انجام بده به نظرم، یک کسی که نتونسته حل کنه داوطلب شه با هم حلش رو مرور کنیم. شهرابی هستی برادر؟ خب من آقا بیم
شرابی هستی؟ خب ممنون. شرابی سلام، این راه حل تو توضیح میدی برام؟ استاد واسه سوال 23 دیگه. بله. یه لحظه استاد من راه حلم رو یه لحظه بیارم. نمیخواد. علی. هرچی همین الان بگم. همین الان بگو با هم دیگه حلش میکنیم. بگو ببینم. صورت سوال رو ببین. اول باید یه قطر بکشیم واسه مستطیلمون. چون گفته که پول قطر مستطیل چقدر. زاویه بین دو قطر داده چند؟ داده 30 درجه. 30 درجه. این 30ه آقای نعیمی. 63. خب این 30 درجه است. مساحت مستطیل هم داده یا نداده؟ بله 16. خب مساحت 16 هستش. پیشنهادت برای حل چیه؟ ما چه فرمولایی برای مساحت مستطیل بلدیم؟ خب مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرض. خب دیگه چی؟ الان چون قطرها وارد این بازی شده، ما چند دقیقه قبل از سر کلاس یه فرمولی گفتیم که چهار ضلعی های محدب مساحتشون چجوری حساب میشه؟ بله. چی بود فرمول؟ گفتیم یک دوم آب ضرب در ب در سینوس بینشون. این آب چی هم منظورت؟ الان طول عرض اینجا. نه اونی که الان تو میگی برای چهار ضلعی برای متعادل اضلاع گفتیم که مستطیل هم بیانه متعادل اضلاعه دیگه یک دوم نداشت. اگر طول و عرض رو بخوای استفاده کنی به عنوان دوتا ضلع بخوای استفاده کنی میشه این طول این ضلع در اون ضلع در سینوس بینشون، یک دوم دیگه نداشت. اما الان بس چیه دیگه ای؟ الان با اضلاع نمیخوایم کار کنیم، الان با چی میخوایم کار کنیم؟ با این چهار تا مثلث کوچولو؟ نه 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 نه. نبودی سر کلاس علی؟ چرا؟ بریم تو اون صفحه‌ای که الان فرمول مساحت رو نوشتیم، یه بار علی ببینه. نگاه کن به این پایین. یه چهار ضلعی می‌بینی یا نه؟ بله. قطرشو چی نام گذاری کردیم؟ قطرشو آبه. زاویه بینشون چیه؟ تتا. خب فرمول مساحت چی نوشتیم اینجا؟ یک دومه. یک دومه قطر اول در قطر دوم در سینوس بینشون. این فرمول سوالی نداری در موردش علی؟ نه. تو چهار ضلعی های محدب، تو چهار ضلعی های محدب اگه قطرها رو داشته باشیم و زاویه بینشون، مساحت میشه یک دومه این قطر در اون قطر در سینوس بینشون. حالا بریم به مسئله که الان داریم حل میکنیم. آیا مستطیل یه چهار ضلعی محدب هست یا نه؟ علی آقا استاد ببخشید یه لحظه صدا رو فعلا صدا هست. چهار ضلعی محدب یعنی چی علی؟ چهار ضلعی محدب یعنی چهار ضلعی که زاویه 80 نداشته باشه. خب الان اینجا ما بخوایم چهار ضلعی و مستطیل به عنوان چهار ضلعی محدب استفاده کنیم، علی چی میتونیم بنویسیم؟ خب علی مثل این که قطع شده ارتباط شما. من آقا بیا ببینم. استاد سلام. سلام امیر حسن. خب بگو ببینم امیر حسن، یعنی من ساعت رو چجوری استفاده کنم، چجوری فرمول بنویسیم، بگو به ما. استاد من راستش فرمولش یه رو حالا داشتم محدبه فکر کردم میشد اونایی ما چهار ضلعی محدب چهار ضلعی بود که زاویه‌اش کمتر از 90 بود. آره کمتر از 180. اون 180 است. 180. آره آره کمتر از 180 باشه، یعنی متوازی از لو مستطیل هم چهار ضلعی محدبه. حالا فرمول چهار ضلعی محدب اگه دو تا قطر رو داشته باشیم، آینه می اون آبه رو پاک کنیم روی اضلاع که بچه ها رو به سمت خودش خودشون وقتی میتونیم از راه اضلاع بریم، چرا میخواییم با قطر بریم؟ صورت مسئله یه بار بخونیم همین اصلا. پس ها پس اتره ها ها فهمیدم فهمیدم فهمیدی؟ آره طول قطر رو خواسته دیگه، درسته؟ بله بله. خب اگه قطرهای مستطیل با هم برابر هستن یا نیستن؟ برابر هستن. خب اگه اسم یکیشو ال بذاریم یکم ال میشه. از این فرمول بگو من بنویسم مساحتو. فرمول چی بود؟ بگو. یک دومه؟ آه یک دومه ال ضرب داره
ال. چرا؟ این قطب در اون قطب در سینوس بینشون. این فرمول الان تصدیق میکنی تو؟ یک دوم ال در سینوس بینشون. درسته دیگه؟ درسته؟ این چه فرمولیه؟ فرموله یک دوم قطب در قطب در سینوس بینشون. قبوله؟ بله. خب چنده گفته مسئله؟ مسئله مستطیل رو گفته 16. 16. خب ادامه شده بگو ما بنویسیم. ادامه شو ادامه نگذاریم ادامه نداره بگیده آن چیز فوهر چیزش رو حل کنیم سینوس سی چنده؟ سینوس سی درجه میشد سینوس سی اینجا میشه یک دوم سینوس سی درجه چنده؟ میشه یک دوم میشه یک دوم کوسینوس چنده؟ کوسینوس 30 درجه میشه اونم رادیکال 3 دوم رادیکال 3 دوم امیر حسن یادت باشه که روز یک شنبه من نسبت مثلثاتی ازت میپرسم باشه خب ادامه بدیم میشه 1 دوم ال2 ضرب در 1 دوم میشه 1 چهارم ال2 میشه 1 چهارم ال2 برابر است با 16 16 خب بگو ببینم بقیه چی میشه بعد دو رو رادیکال میگیریم یعنی رادیکال دو میکنیم یا ضرب در یک چهار رو میکنیم میتونیم چهار رو در اون ور ضرب کنیم طرف وسط آره چهار رو ضرب کنیم دو بشه چهار ضرب در 16 و ال نهایتا جذر 64 میشه 8 قبوله؟ بله خب ما رو خود باش فعلا خداحافظ میریم سراغ سال 24 آره علی من احساس کردم که از کلاس خارج شدیم بعد آقای حاج ابراهیم تهرانی قبلش هم من نمی‌دونستم هستی حالا می‌خوای بری بیای یه دقیقه می‌خوای بری بیای یه دقیقه بی نداره قبلش هم من همچین فعال ندیدم تو باشی تو کلاس سال 24 رو می‌خوام حل کنیم آقای صابری گودرزی بسم الله بقیه دوستان همه سال 24 رو الان شروع کنن به حل کردن ما با آقای صابری گودرزی می‌خوایم این سوال رو پیش ببریم امیر حسین سوالتو بپرس استاد شما فرموله به دست آوردن مساحت مستطیل و متوازی لازم رو متفاوت دارین؟ از الان بحثه مثلثاتی رو داریم میبینی درسته؟ آره تو بحثه مثلثاتی ما امروز گفتیم که متوازی الاضلاع از ضرب ضلع در ضلع در سینوس بینشون به دست میاد اینو که گرفتیم موضوع رو بله بله مستطیل هم یعنی متوازی الاضلاع هست یا نیست؟ بله بله از این میتونیم استفاده کنیم این تا اینجا یه بحث دیگه امروز مطرح شد که اگه محدب قطرها رو به ما بدن در یک چهارضلعی محدب قطرها رو به ما بدن یه روش جدیدی هم میتونیم استفاده کنیم اونم هست یک دوم قطر در سینوس بین این فقط در چهارضلعی محدبه حالا مستطیل چهارضلعی محدب هست یا نه؟ بله متوازی الاضلاع به همین صورت لوزی هم همینطور مربع همینطور بعد دیگه تمام چهار ضلع محدب هیچ رابطه خاصی بین اضلاعش نیست یعنی چهار ضلع متفاوت ممکنه باشن خب اینم از این میریم سراغ آقای با صابری گودرزی میخواستم حل کنم امیر رضا هستی یا نیستی آقا سلام سلام عزیز این سوال سلامت باشین سوال 24 رو امیر رضا با هم دیگه شروع کنیم به حلش آقا نسبت که داده آه به بی سی رو خواسته نسبت به قاعده نسبت ارتفاع به قاعده رو خواسته بله دقیقاً همینطوره خب آقا ما از کوسینوس 30 درجه میتونیم سی اچ رو حساب بکنیم بعد مساحت مستطیل رو حساب بکنیم بعد خب نسبت قاعده به ارتفاع رو داریم یک دوم نسبت قاعده به ارتفاع میشه مساحتمون بعد معکوسش بکنیم جوابمون در میاد خب الان کمک کن همین اطلاعات رو ما بنویسیم تو الان گفتی به کمک این زاویه 30 درجه ضلع مجاورش به وتر میشه رادیکال 3 دوم بله ما بیایم سی اچ رو حساب کنیم خب سی اچ رو که حساب کردیم بعد محاسبات رو بنویسیم الان محاسبات اینجور میشه که سی اچ برابر میشه سی اچ برابر میشه 4 رادیکال 3 در کوسینوس 30 درجه اینجا سی اچ برابر میشه امیرزا تو تایید کن محاسبات رو بله بله درست سی اچ برابر میشه با چی؟ سی اچ میشه رادیکال 3 دوم تقسیم بر 4 رادیکال 3 آره
تقسیم بر 4 رادیان کنیم. خب سی اچ رو می نویسیم. اینجا بنویسیم سی اچ برابر است با سی اچ تقسیم بر آقای نعیمی اینجوری بنویسیم سی اچ تقسیم بر 4 رادیکال 3 یعنی ضلع مجاور تقسیم بر چی وتر برابر است با رادیکال 3 دوم. این چیه بچه‌ها؟ این کوسینوس زاویه 30 درجه رو ما نوشتیم. من از اون کسانی که الان چک نویس دوستون دارن حل میکنن بیشتر ممنونم ها، یعنی اونایی که دارن خودشون حل میکنن قطعا بهتر از کسانی که فقط نگاه میکنن و گوش میکنن. خب سی اچ به دست میاد 4 رادیکال 3 ضرب در رادیکال 3 دوم میشه 6. یه طرف خب. وسطی هم بکنیم همین در میاد میشه 12. بله خب این الان 6 به دست اومد. دیگه چی نظر داری الان؟ آقا اچ الان ارتفاع رو نیاز داریم دیگه. خب ارتفاع هم که به دست بیاریم از اونور با فیثاغورس بی اچ هم به دست. آن حالا تو میگی فیثاغورس، ممکنه یه نفر بگه میشه از سینوس سی هم استفاده کرد. بله سینوس سی ضلع مقابلش به وتر 1/2 قبوله؟ بله بله. پس ضلع مقابلش میشه نصف وتر دیگه میشه 1/2 میشه 2 رادیکال 3. ممنونم مادر میشه 2 رادیکال 3. تا اینجا ارتفاع رو به دست آوردی، از این قاعده ای که الان شما داری باید یه کار دیگه هم انجام بدی تا تمام بشه. آقا بی اچ کمک کن. بی اچ بله بی اچ. خب آقا میشه ایکس 2 به علاوه 2 رادیکال 3 به توان 2 2 رادیکال 3 یعنی میشه فیثاغورس داری میری. بله بله میشه ایکس 2 به علاوه رادیکال 12 به توان 2 میشه 12. زیرش بنویسیم زیرش بنویسیم رادیکال، یه رادیکال بزرگ اچ میشه 16 یعنی مربع وتر منهای مربع اون زد. بله میشه 12 مربع اون زد میشه 4. بسیار خوب میشه 2 رادیکال 4 میشه. خب الان مادر فان تو داری میگی که از تانژانت یا کوسینوس هم میشه. آخه تو این مثلث آ ب س ما تو مثلث آ ب س فقط سی رو داریم که 30 درجه میشه و ای که اون بالاست یه تیکش میشه 60 درجه. ما از مثلث آ هاش به چه اطلاعاتی در مورد زوایاش داریم؟ من دقیقا همین سوالم، تو مثلث آ ب هاش زاویه ها رو داریم الان یا نه؟ امیررضا نظر چیه تو؟ چرا میگی نه؟ توضیح میدی امیررضا؟ آخه به خاطر اینکه ما یه 90 داریم اون بالای 60 میتونیم به دست بیاریم. میتونیم؟ بله. چجوری؟ نه البته نمیشه، نمیشه. درست. مگه اینکه بگیم مثلا بریم نسبت آره، مگه اینکه یه چیزی میتونیم بگیم امیررضا؟ میتونیم بگیم اون زاویه ب که اون گوشه هست. بله. اون زاویه ب که اون گوشه هست. میتونیم از سینوسش بریم جلو. بگیم 2 رادیکال 3 تقسیم بر 4 میشه سینوسش. که سینوسش میشه رادیکال 3 دوم. بعد اون وقت بگیم زاویه رو شناسایی کردیم. ولی همینجوری نمیشه گفت. ولی همینجوری نمیشه گفت. خب تا الان چی به دست آوردیم؟ هم ارتفاع رو به دست آوردیم هم قاعده. هم قاعده. خب حکم مسئله چی خواست؟ بسه. تمامش کنم ارتفاع بزن. تقسیم بر قاعده رو خواسته دیگه. نسبت ارتفاع به قاعده. میشه 2 رادیکال 3 به روی 8 که میشه بله. رادیکال 3 4. خیلی هم عالی. بله. مادر فان یه چیزی ما الان متوجه شدیم، با داشتن 2 رادیکال 3 به عنوان ضلع مقابل به زاویه B و وتر که 4 داده شده ما فهمیدیم B سینوسش میشه 2 رادیکال 3 از 4 و میشه رادیکال 3 دوم و یه دفعه فهمیدیم که A پس B هم میشه 60. ولی اینو به کمک برعکس فهمیدیم، یعنی اول B رو حساب نکردیم، ما به کمک سینوس فهمیدیم که این زاویه زاویه 60 درجه است. خیلی ممنونم از امیررضا و بقیه بچه ها که کمک کردن. مهد مهدی سوالی داری؟ بله میریم سراغ سوال 26. مهد ارفان اگه برسیم به اون سوال هم یه دستی میزنیم. سوال 26 سوال خیلی قشنگیه، سوال خوبیه که الان در موردش باید یه چند دقیقه بحث بکنیم. خب آقای امجدی هست یا نه؟ یه علائمی حیاتی از خودش بروز بده. برادر امجدی هستی؟ خب قیمتشو بزنید آقای نعیمی، قیمتش نیستش امروز. بله آقای تقوی ایلیا
خب برای مستر ببینم چی در مورد این صورت سوال داری و چی فکر میکنی؟ مستر بعد لوج رفت جلو که بگیم که اون سه تا سینوس آلفا این سوال چون سوال خیلی خوبیه، من میخوام همه بچه ها الان، همه بچه هایی که الان صدای منو میشنون، همه بچه ها الان سال 26 رو نگاه بندازن، چون خیلی این سال رو حل نکرده بودن. و واقعا اینطوره که یه وقتایی بعد از یه فاصله زمانی دادن بهش احساس میکنیم که توانمند شده برای حل مسئله. من قبل از که تو بخوای حل رو بگی، از بچه ها الان تقاضام اینه که بچه ها همه صورت سال نگاه کنن، به اون تصاویر داده شده نگاه کنن، یه بار با خودشون بخونن، تو مغزشون بخونن این متن سال رو، بعد فکر کنن که الان میتونن چیزی نمازش بگن یا نه. این خیلی مهمه. یه چند ثانیه فرصت میدیم به همه که نماز این صورت خب ایلیا شروع کن توضیحاتت رو. خب فکر کنم بنویسیم که سه تا سینوس آلفا برابر دو تا کوسینوس بتا مساوی با 5 و بنویسیم که دو تا کوسینوس آلفا منهای سه تا کوسینوس بتا مساوی با مثلا مساوی با x مثلا، حالا یه دونه متغیر. بعدش اون وقت بیایم و 5 رو ضرب در x کنیم و این چیزا رو هم ضرب در هم دیگه کنیم، همین سینوس ها. حالا یه سوال دارم ایلیا ازت، یه سوال ازت دارم. بله. یه بار صورت سوال رو با هم بخونیم. برابر سینوس یه زاویه ای به اضافه دو برابر کوسینوس یه زاویه دیگه ای شده 5. چه وقت همچین چیزی ممکن اتفاق بیفته؟ اصلا به اون چیزی که خواسته مسئله، حکم مسئله فکر نکن، به این صورت سوال فکر کن. سه برابر سینوس یه چیزی یه زاویه ای و دو برابر کوسینوس یه زاویه دیگه ای شده 5. چه وقت هم چیزی ممکنه ایلیا؟ خب 5 سینوس بیشترین مقدار چنده ایلیا؟ 1. کوسینوس زاویه دیگه ای بیشترین مقدار چنده؟ اونم باز 1. خب جمع این دوتا چجوری میشه که 5 بشه؟ سینوس بله بله هم میشه 1، همشون میشه 1. هم سینوس باید 1 باشه؟ بله هم سینوس 1 باشه؟ بله هم کوسینوس چیز باشه. آهانی که این آهانی که گفتی، یعنی یه دفعه یه چیزی به ذهنت رسید نمیشه غیر از این یک شدن سینوس و کوسینوس این تساوی برقرار بشه، قبول داری یا نه؟ بله. این یعنی یه دقت جدیدی در تو ایجاد شد. حالا آیا ممکنه سینوس زاویه 1 باشه کوسینوس زاویه دیگه 1 باشه؟ ایرادی نداره، مشکلی ایجاد نمیشه که. نه دیگه، خب چون زاویه متفاوتن، مثلا اون زاویه و این زاویه. آفرین، چون زاویه متفاوتن، باریکلا امیر حسین، چون دو زاویه متفاوتن این ممکنه اتفاق بیفته، پس مشکلی باهاش نداریم. قبول امیر حسین؟ امیر حسین حسین قلی به نظرم اونم پذیرفت. بسیار خوب. حالا ایلیا سینوس یه زاویه شده 1. کوسینوس اون زاویه چنده اگه سینوسش 1 باشه؟ 0. قطعاً 0. بله. و کوسینوس بتا گفتی باید 1 باشه. بله. جواب چند میشه؟ 0 منهای 3 میشه منفی 3. تمام شد. ساده حل شد ایلیا یا نه؟ خیلی ساده. نیاز این داشت که شما این فرضی که مسئله داده رو یه ذره دقیق نگاه کنی، قبول داری؟ بله. بسیار خوب. بچه ها یه نکته در مورد من یه ترکیبی میخوام بگم الان براتون. ممنون از ایلیا که مشارکت کرد و همون لحظه که داشتیم با هم صحبت میکردیم فکر کرد. خیلی شما وقتی که میخواید چیزی رو توضیح بدید همزمان فکر کنید، یه وقتی اصلا میبینید که چیزی که میخواستید بگید عوض میشه. اصرار به این که شما وقتی میایید برای حل تمرین همون حلی که رو کاغذتون دارید و بگید، این اصرار نیازی نیست بهش، شما در هر لحظه میتونه مغزتون یه راه حل جدید بگه. خب بنویسیم
آقای نعیمی بیایم یه یادآوری کنیم یه موضوعی رو به بچه ها. نامساوی مهمیه که بچه ها به عنوان مثبتی اثبات کردن. داشتیم آ سینوس آلفا، آ سینوس آلفا به اضافه ب اینجا آلفا ها بچه ها یکی هنها، اینو ما رنگی میکنیم که شما یعنی این هایلایت رو ببینید. یه زاویه است. یادتونه که این نامساوی چی بود؟ آ سینوس آلفا به اضافه ب کوسینوس آلفا چی بود؟ بین کدوم عبارت قرار میگرفت؟ شیش نفر اثباتشون برای ما فرستاده بودن که فکر کنم سه یا چهار تاشون اثباتشون پذیرفته شد. یادتونه بین چی بود؟ بین دو تا دو مقدار قرار میگرفتین. یه نفرم بگه یادمه من خیالم راحت میشه. هم یه نفرم بگه من خوشحال میشم. خوبه. کیان خیالم راحت کرد. خوبه ایلیا. دو نفر خیالم راحت کرده. یه کسی یادش نمیاد که اینو ما گفتیم بین چی و چیه؟ اصلا ظاهرش براتون آشنا نیست؟ لااقل اگه ظاهرشون آشناست بدونن ظاهرش آشنا. آه خوبه. خب این بین چی و چی بود؟ آها منفی رادیکال دو و مثبت رادیکال دو، منفی رادیکال دو و مثبت رادیکال دو بچه ها برای فقط سینوس به اضافه کوسینوس بود. یادتونه گفتیم سینوس به اضافه کوسینوس جمعش بین چند و چند میشه؟ بعضی به اشتباه میگفتن بیشترین مقدارش دوه، کمترین مقدارش منفی دوه. بعد تو دایره مثلثاتی رفتیم چرخی دیدیم، دیدیم که بیشترین مقدارش رادیکال دوه، کمترین مقدارش منهای رادیکال دوه. بعد گفتیم بچه ها اگر این سینوس به اضافه کوسینوس بشه آ سینوس به اضافه کوسینوس، این بین رادیکال آ دو به اضافه ب دو و منهای رادیکال آدو به اضافه بدو قرار میگیره. این الان یادآوری شد براتون چیزی که در 4-5 جلسه قبل گفته شده بود و اثباتش رو ازتون خواسته بودیم که به صورت مثبتی بفرستید. 4-5 نفر موفق شدن بفرستید. اینو تو عقبه ذهنتون نگه دارید که الان به این مسئله ما رفتی نداره. میایم یه چیزی الان اینجا می‌نویسیم. این الان کسی بچه در مورد این سوالی نداره. این نامساوی همیشه برقراره. یه نامعادله‌ای که همواره برقرار باشه بهش تو ریاضی میگن نامساوی. این نامساویه که خیلی مهمه بعد دیگه حفظ شده باشید. یه نامساوی دیگه امروز میخوایم بگیم، یه نامساوی دیگه میخوایم بگیم الان هست. آ سینوس، آ سینوس آ سینوس آلفا به اضافه ب کوسینوس آلفا. خب آریا امینی به من بگه که بیشترین مقدار این عبارت چنده؟ بتا. بله آ سینوس آلفا به اضافه ب کوسینوس بتا. آریا امینی هستی؟ آریا امینی یه مثبت از خودت بزنید. غیبتشو آقای نعیمی، غیبت آقای آری نعیمی بزنید. آقای امجدی شما هستی برادر؟ امجدی، آقای امجدی هم ما نداریمش. و آقای سید رضایی، آقای سید رضایی هستی؟ آن داری می‌نویسی. سید رضایی میتونی بگی بیشترین مقدار این عبارت چند میشه؟ بقیه همه فکر کنن و جوابشون رو میتونن اعلام کنن. بیشترین مقدار این عبارت به نظرتون چند میشه؟ همه فکر کنن. ارزش داره. امینی جان چند لحظه قطع میشه نتتون؟ چندین بار تو این انجام میدیم و نظر سنجی که میکنیم اینه شما خب نمیایید. خب اون لحظات هم نتت قطعه. خب کی نتت بسه من مزاحمت بشم برادر؟ نه دو سه بار تالا شده همین امروز برادر من. حالا در صورت انتظار اینکه شما فعالیتت بیشتر بشه سر کلاس ما نیومد خب بیدارت کنیم. الان آسینوس آلفا به اضافه به کوسینوس بتا بین چند و چنده آی امینی؟
بیشتر مقدار چقدر به نظرت؟ آفرین ایلیا، بستگی به مثبت منفی بودن آب داره، ولی بازم میشه به یه صورتی همون هم کنترلش بکنی تو نوشتن. وای امینی اگه میتونی میکروفون رو فعال کن صحبت کنیم با هم دیگه، ببینیم که بیشتر مقدار این عبارت چنده. سلام سلام وای امینی، بیشتر مقدار این عبارت چنده و میتونی بگی به چی وابسته است موضوع؟ خب یکی شو که همین آقای ایلیا فروزنده که اشاره کرد. خب چی؟ اینکه همین بعد آو ببینیم مثبتن یا منفی. فرض کن مثبت آریا، فرض کن آو مثبته. آو جفتشو مثبت باشن. فرض کن مثبته. باش. خب من به نظرم بیشترین مقدارش فکر کنم از یک دیگه نمیتونه بیشتر باشه. چی از یک بیشتر نمیتونه باشه برادر؟ سین میشه به علاوه کوسینوس ب، سینوس آب علاوه به باش کوسینوس ب. سینوس بیشترین مقداری که میتونه بگیره چنده؟ سینوس دیگه بیشترین مقدارش یکه دیگه. بس آه سینوس بیشترین مقدارش میشه آ، اگه آ مثبت باشه. کوسینوس بیشترین مقدارش هم میتونه باشه. کوسینوس هم بیشترین مقدارش یک میتونه باشه. چون زاویه بتا مشکلی نداره. یعنی این یه زاویه نیست که بگیم سینوس همزمان یک بشه کوسینوس همزمان یک بشه، غلطه. دو زاویه با هم چی هن؟ متفاوتن. پس میتونیم همزمان تصور کنیم سینوس یکی کوسینوس هم یکه. اون وقت اگه آب مثبت باشه بیشتر مقدار آی بذاره میشه. حالا چون وقت کلاس تمومه من نامه دارم مینویسم. این ور برای اینکه خونسا کنیم مثبت منفی بودن آ رو مینویسیم. قدر مطلق آ به اضافه قدر مطلق ب. آریا ممنون از مشارکت. اضافه بدید بنویسیم این رو چون وقت کلاس تمومه. نمیشه منهای قدر مطلق آ منهای قدر مطلق ب. الان اونایی که متوجه شدن که درگیر حل مسئله بودن فهمیدن چرا قدر مطلق گذاشتیم. بچه‌ها وقتی که آ مثبت باشه و ب مثبت باشه خود آ و ب میشه بیشترین مقدار، ولی وقتی آ و ب منفی باشه به جای اینکه ما سینوس بذاریم یک بعد بذاریم تا اون آ منفی ضرب در منفی یک بشه بیشترین مقدار رو تولید کنه و به همین صورت اگه ب هم منفی باشه بعد این کار انجام بدیم. بنابراین بیشترین مقدار این عبارت میشه قدر آ به اضافه قدر ب و کمترین مقدار میشه منهای قدر آ و منهای قدر ب. چند نفر فهمیدن الان این نامساوی رو؟ علتش چیه که بیشترین و کمترینش به این صورت شد؟ به به آقای کریمیان، به به آقای کریمیان، خوش اومدی آقای کریمیان. امیر حسین یه ایرادی داره تو عهد مسئله. خب بچه شما وقت کلاس تموم شده شما رو به خدا میسپارم. آقای حسین با هم در مورد این نامساوی صحبت کنیم و اگه کسی هم سوال داره میتونه بمونه در مورد این نامساوی میخوایم سوال بکنیم. خیلی ممنونم بچه ها. این نکاتی که